روایت پنجم هم که نقل کرده در این باب و از هول بطرانه و تهمتی به امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام، چون این فردی مدعیه که امام صادق فرموده خدای عزوجل ما را خلق کرد، دیگران را نیز خدا خلق کرده، مگر دیگران خدا خلق نکرده؟ همه را خدا خلق کرده و صورت و شکل ما را نیکو کرد. مگه شکل دیگران را بد کرده؟ صورت دیگران را بد کرده؟ و ما را خزانه داران آسمان و زمین خود فرمود. خب اگر چنینه، چرا شما به ادعای شما اهمه خمس میگرفتن؟ وقتی کسی خزانه دار آسمان و زمین باشه، چرا نفت ها رو بیرون آوردن که منتظر باشن هزار سال امریکا بیاره نفت زمین بیرون بیاره؟ چه مسخره ایه؟ و ما رو خزانه دار آسمان و زمین قرار داد. خب فرض کنیم آقا خزانه دار زمین هستم، خب به قول برغی، خب خزانه دار بودن آسمان یعنی چی؟ خزانه دار از زمین بودن، هیچ رو مردم ندادن، از دیگران خمس میگرفتند، قول شما بتا نگرفتند، هیچ امام خمس نگرفته، دروغ اینها. ولی خزانه دار بودن آسمان یعنی چی؟ بعد میگه در همین روایت میگه که ها یا اینو قرآن رد میکنه و صوركم فاحسن صوركم و رزقكم من الطيبات، شما انسان ها رو خلق کرده و چه نیکو خلق کرده، فقط عالمت خلق کرده. ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون، خداوند دارای فضل و فضیلت بر مردمه لیکن اکثر مردم نمیدونن. اکثر الناس لا يشكرون، ببخشید، و اونجا که میگه صوركم فاحسن صوركم، اشکال دیگر حدیث هم اینه که میگه لنا نطقت الشجره، درخت برای ما سخن گفت. یعنی چی؟ یعنی درختی که در طور حضرت موسی علیه السلام از اونجا صدا شنید برای ما بود. مقصود اینه. سوالی که اینجا مطرح میشه، اولا آیا مگه شما پیغمبرید؟ مگه ماها پیغمبران؟ این ادعا اصلا ممکن نیست مگر با تشبث به اباطیل وحدت وجودیان که وحدت وجود از هر کفری بدتره،